با عرض سلام و ادب و خسته نباشید خدمت تمام شما دانش آموزان و علاقمندان مضمون فیزیک. دوستان خوش آمدید به بخش دیگری از سلسله درس‌های فیزیک و بنده مصطفی باتوری در این جلسه در بحث قوه محرکه برقی و معادله سرکت در خدمت شما عزیزان قرار داریم. دوستان عزیز، در جلسه درسی قبلی شما بحث مقاومت‌ها و همچنان ترکیب مقاومت‌ها را خواندید. این که مقاومت‌ها چی هستند و به دو شکل مسلسل و موازی زمانی که ترکیب میشن دارای کدام خاصیت‌ها هستند. ما امروز بحث قوه محرکه برقی، مولد و همچنان معادله سرکت را می‌خوانیم. این تصویری که شما می‌بینید در حقیقت تصویری از توربین‌های بادی هست که توربین‌های بادی را ما می‌تونیم به حیث یکی از انواع مولد یا تولید کننده های انرژی برقی در دوره‌ها در نظر بگیریم. همچنان این تولید کننده ها انواعشان زیاد است. مثلا بیتری میتونه یک نمونه ای از مولد در دوره های برقی باشد. جنراتور میتونه نمونه ای از مولد باشد. توربین میتونه نمونه ای از مولد باشد. یا خلاصه هر وسیله ای که بتونه جریان برق و انرژی برقی را در یک دوره تولید کنه به نام مولد یاد میشه. خب دوستان، در این موضوع درسی ما ابتدا قوه محرکه برقی را با هم مطالعه میکنیم. ببینید دوستان، ابتدا ما قوه محرکه برقی را به این صورت تعریف میکنیم: قوه‌ای که برای انتقال چارج ها یا به وجود آمدن جریان برق در یک دوره وارد میشود به نام قوه محرکه برقی یاد میشه. شما میفهمید هیچ جسمی بدون وارد شدن قوه قادر به حرکت کردن نیست. اگر ما بالای الکترون ها قوه وارد کنیم تا بتوانند در یک دوره برقی حرکت کنند، این قوه ای که وارد میشه به نام قوه محرکه برقی یاد میشه. و یا طوری که در خود کتاب مکتب معرفی شده، انرژی وارد فی واحد چارج در یک دوره برقی به نام قوه محرکه برقی یاد میشه. یعنی ما برای ازی که چارج ها در دوره حرکت کنند نیاز است بالای از اونها انرژی وارد کنیم که این انرژی وارد شده را به نام قوه محرکه برقی یاد میشه. دوستان، مخفف قوه محرکه برقی EMF است که از کلمه الکتروموتیو فورس گرفته شده. الکتروموتیو فورس که در حقیقت برای ما و شما به معنی قوه محرکه برقی است، EMF. خب نکته بعدی، سمبولی که برای قوه محرکه برقی انتخاب شده ایپسیلون هست که ما ایپسیلون را میگیم یک حرف الفبای یونانی هست که به این شکل نوشته میشه، ایپسیلون. ایپسیلون. خب و در آخر نکته بعدی، واحدی که برای قوه محرکه برقی انتخاب شده ولت هست که ما میتونستیم در طوری که در فصل قبلی هم خواندیم ولت را از نسبت جول بر کولم یا انرژی وارد فی واحد چارج دریافت کنیم. خب زمانی که ما میگیم واحد قوه محرکه برقی ولت هست، پس میفهمیم که قوه محرکه برقی با تفاوت پتانسیل برقیش تفاوتی نداره، به جز یک تفاوت بسیار اندک و کوچک که ما او را در آخر برای شما میگیم. ببینید دوستان عزیز، قوه محرکه برقی برابر میشه به نسبت U بر Q یا انرژی وارد فی واحد چارج، یا برابر میشه به W بر Q، کار اجرا شده فی واحد چارج. خب دوستان عزیز، تفاوتی که بین قوه محرکه برقی و ولتاژ یا تفاوت پتانسیل وجود داره ای است که پتانسیل برقی در یک دوره برقی میتونه هر قیمتی را به خود اختیار کنه، اما قوه محرکه برقی حد اعظمی یا بالاترین قیمت پتانسیل برقی در یک دوره است. خب دوستان عزیز، حال ما در موضوع بعدی میایم سراغ معرفی مولدها. ابتدا ما مولدها را روی تخته تشریح میکنیم. دقت کنید دوستان، مولد به این صورت معرفی میشه: هر وسیله ای که بتواند، هر وسیله ای که بتواند قوه محرکه برقی را، قوه محرکه برقی را در یک دوره تولید کند، در یک دوره تولید کند.
یا به صورت ساده تر بگوییم هر وسیله ای که بتونه در یک دوره جریان برق را به وجود بیاره. دوستان، حالا اگر من از شما بخوام چند وسیله را برای من نام بگیرید که قوه محرکه برقی یا جریان برق تولید میکنه، به ذهن شما کدام وسایل میایه؟ آفرین، میتونه سولر باشه. غیر از او؟ آفرین، بیتری ها، جنراتور ها، داینامو ها یا توربین ها هم میتونن نمونه خوبی از مولد ها یا تولید کننده های قوه محرکه برقی باشن. ببینید، در دوره های برقی دوستان مولد ها به دو نوع هستن. ابتدا ما مولد خیالی را تعریف میکنیم و دوم مولد حقیقی را معرفی میکنیم. مولد حقیقی. خب ببینید دوستان، مولد خیالی چی است؟ میگه مولدی که دارای مقاومت داخلی و مصرف انرژی داخلی نباشد و مصرف انرژی داخلی نباشد. به صورت ساده دوستان، مولدی که در داخل خود دارای مقاومت نباشه و در نتیجه در داخل خود هیچ انرژی را مصرف نکنه. ما و شما میتونیم یک دوره برقی را به اساس یک مولد خیالی در نظر بگیریم. مولد خیالی میتونه نمونه یک بیتری هم باشه یا هر وسیله‌ای که دارای مقاومت داخلی نیست. خب، خط کلان قطب مثبت، خط کوچک قطب منفی و ای هم منبع ولتاژ یا قوه محرکه هست. مقاومت دوره و همچنان شدت جریانی که در این دوره تولید میشه. رابطه ای که بین از اینا وجود داره به این شکل است. ایپسیلون مساوی میشه به آی ضرب آر کلان. خب دوستان، آیا این رابطه برای شما آشنا نیست؟ آفرین، این رابطه در حقیقت قانون اول اوم است که ما قبلا این رابطه را به صورت وی مساوی به آی ضرب آر نوشته کرده بودیم، ولی فعلا به صورت ایپسیلون مساوی به آی ضرب آر نوشته میکنیم. حال در ادامه، زمانی که ما قانون اول اوم یا این معادله را در نظر میگیریم، چون این معادله مربوط مولد خیالی است، این را به نام معادله مولد خیالی یاد میکنن. دوم، مولد حقیقی. در معرفی مولد حقیقی دقت کنید، مولدی که دارای مقاومت داخلی و مصرف انرژی داخلی باشد، این به نام مولد حقیقی یاد میکنن. در مولدهای حقیقی، یعنی بر علاوه مقاومتی که در بیرون از منبع وجود داره، یک مقاومت کوچک در داخل منبع هم وجود داره که ما به دلیل ازی که مقاومت را در داخل منابع رسم نمی کنیم، این مقاومت را در کنار منبع قرار می دیم و شکل این حالت را به خود می گیره. مقاومت خارجی، مقاومت کوچک داخلی، منبع ولتاژ و دوره‌ای که بسته می شه. قطب مثبت، منفی، منبع قوه محرکه، مقاومت داخلی، مقاومت خارجی و جریان. در این حالت ما میگیم قوه محرکه برابر میشه با این قوه محرکه. جریان آی را باید هم از مقاومت داخلی عبور بده هم از مقاومت خارجی. پس گفته میتونیم آی ضرب آر کلان مثبت آی ضرب آر کوچک. این میشه معادله بعدی. چون این معادله مربوط مولد حقیقی است، این را به نام معادله مولد حقیقی یاد میکنن. معادله مولد حقیقی. وقتی معادله مولد خیالی قانون اول اون باشه، پس شما میتونید راحت حدس بزنید که معادله مولد حقیقی به کدام نام یاد میشه. آفرین دوستان، قانون دوم اون. قانونی که ما در ابتدای فصل گم کرده بودیم در اینجا معرفی میکنیم. قانون اول اوم معرفی شده بود و قانون دوم اوم هم مربوط به معادله سرکت حقیقی است. دوستان عزیز، پس ما دو نوع مولد را معرفی میکنیم، خیالی و حقیقی. آیا به نظر شما مولدهای خیالی در جهان وجود دارن؟
آفرین. نخیر، وجود ندارن. اینا همی قسمی که از نامشان فامیده میشه در حقیقت وجود ندارن. یعنی ما در حقیقت هیچ مولدی را نداریم که در داخل خود دارای مقاومت و مصرف انرژی داخلی نباشه. تمام انواع مولدها، مثلا بیتری، جنراتور، داینامو، توربین و غیره، دارای مصرف انرژی و مقاومت داخلی هستند. دوستان عزیز، در معادله مولد خیالی، در معادله مولد حقیقی، دو نکته‌ای که باید به یاد داشته باشید. آی ضرب آر کوچک را میگن مصرف یا ولتاژ داخلی. مصرف یا ولتاژ داخلی. و آی ضرب آر کلان را میگن مصرف یا ولتاژ خارجی. مصرف یا ولتاژ خارجی. پس در هر سوالی که از ما ولتاژ داخلی خواسته شد، منظوری است که فقط آی ضرب آر کوچک را حساب کنیم، و هر جایی که از ما ولتاژ خارجی خواسته شد، منظوری است که آی ضرب آر کلان را حساب کنیم. ولتاژ داخلی را ما به صورت مخفف به VN نشان میدیم و ولتاژ خارجی را به صورت مخفف به VOUT نشان میدیم. خب دوستان، ای است از بحث مولدها. در کتاب مکتبتان صرفاً مولد حقیقی معرفی شده، اما ما هر دو نوع مولد را برای شما دوستان معرفی کردیم. خب دوستان عزیز، حال میریم مولدها یا منابع را روی سلاید برای شما تشریح میکنیم. هر وسیله‌ای که بتواند قوه محرکه برقی را در یک دوره به وجود بیاورد به نام مولد یا منبع دوره برقی یاد میشود. طوری که پیشتر هم گفتیم، مولدها به صورت عموم به دو نوع هستند. ابتدا مولدهای خیالی یا آیدیال و دوم مولدهای حقیقی. حال دو نوع مولد را معرفی میکنیم. مولدی که دارای مقاومت داخلی نبوده و انرژی برقی را در داخل خود مصرف نکند به نام مولد خیالی یاد میشه. در این نوع مولد صرف مقاومت خارجی وجود داشته و معادله آن توسط قانون اول اوم یا توسط ایپسیلون مساوی به آی ضرب آر تعریف میشه. دومین نوع مولدی که تعریف میشه مولد حقیقی است. مولدی که دارای مقاومت داخلی و مصرف انرژی داخلی باشد. این نوع مولد بر علاوه مقاومت خارجی دارای مقاومت داخلی بوده و معادله آن توسط قانون دوم اوم دریافت میشه که ما و شما گفته میتونیم ایپسیلون مساوی به آی ضرب آر کلان مثبت آی ضرب آر کوچک هست، که آی ضرب آر کلان ولتاژ خارجی و آی ضرب آر کوچک ولتاژ داخلی رو برای ما تعیین میکنه. اینم از قانون دوم اوم. خب در بحث مولدهای حقیقی، اگر ما بخوایم افت پتانسیل یا کاهش پتانسیل را در دوره توسط یک گراف نشان بدیم، شما فرض کنید این مولد هست و این مقاومت داخلی مولد هست و بین نقاط دی و سی مقاومت خارجی قرار میگیره یا مصرف کننده خارجی. افت پتانسیل ازید به صورت گرافیکی به این شکل تعیین میشه. ابتدا زمانی که ما دوره را به یک منبع وصل میکنیم، پتانسیل برقی از صفر به حد اعظمی میرسه و زمانی که پتانسیل از داخل خود منبع یا مولد عبور میکنه، یک مقداری پتانسیل کاهش پیدا میکنه. خب در مدت زمانی که این جریان در داخل لین حرکت میکنه، هیچ افت پتانسیلی وجود نداره، البته به شرطی که ما لین را بدون مقاومت در نظر بگیریم. و زمانی که داخل مقاومت خارجی میشه، افت پتانسیل طوری است که پتانسیل را کاملا به صفر میرسانه. شما فرض کنید دوستان عزیز، این بیتری که ما در اختیار داریم یک بیتری 12 ولت است. زمانی که ما سویچ را در دوره وصل میکنیم و با این سویچ باعث میشه گروپ روشن شود، در این حالت از این 12 ولت به اندازه تقریبا 1 ولتش در داخل خود بیتری مصرف میشه. این را میگن افت یا کاهش پتانسیل داخلی. این جریان از طریق لین میه تا به گروپ میرسه و 11 ولت دیگر در داخل گروپ افت پتانسیل یا کاهش پتانسیل وجود داره، که مجموعاً ما گفته میتونیم این بیتری دارای هم دارای کاهش ولتاژ داخلی است، هم دارای کاهش ولتاژ خارجی است. این است از بحث معادله مولدهای حقیقی. حال در بحث معادله مولد حقیقی ما میرسیم به یک معادله خاص به نام معادله سرکت. این موضوعات که روی تخته براتون نوشته کردیم را
امیدوار هستیم که به صورت درست یاد گرفته باشید، چون در مثال هایی که بعدا کار میکنیم اینا نیاز هستن. حال در او گوشه تخته ما معادله سرکت را دریافت میکنیم. دقت کنید دوستان، هدف از دریافت معادله سرکت در حقیقت دریافت شدت جریان در مولدهای حقیقی است. ببینید، زمانی که ما معادله سرکت را دریافت میکنیم، در حقیقت از معادله مولد حقیقی شدت جریان را دریافت میکنیم. داریم در مولدهای حقیقی ایپسیلون مساوی میشه به آی آر کلان مثبت آی آر کوچک. اگر ما در طرف راست مساوات بین دو حد آی را مشترک بگیریم، در نتیجه حدودی که باقی میمانند آر بزرگ مثبت آر کوچک هست. حال برای دریافت شدت جریان اطراف را تقسیم دو آر میکنیم، در نتیجه ایپسیلون برابر میشه با معذرت آیا شدت جریان برابر میشه با ایپسیلون بر آر بزرگ مثبت آر کوچک. این هست معادله سرکت یا معادله دوره های برقی که در حقیقت این معادله از معادله مولدهای حقیقی دریافت میشه. پس شما اگر به عوض این معادله معادله مولد حقیقی را هم به یاد داشته باشید، هیچ کدام مشکلی در قسمت حل سوالات برای شما دوستا پیش نمیاد. خب، حال در بحث معادله سرکت یا معادله دوره های برقی نکات را باز هم تکرار میکنیم. اگر از معادله مولد حقیقی شدت جریان برق را حاصل کنیم، معادله سرکت بد اسم میآید که این معادله به شکل زائل است. اگر ایپسیلون مساوی به آی آر کلان مثبت آی آر کوچک باشه و ما بتانیم آی را بین دو حد مشترک بگیریم، فقط آر بزرگ و آر کوچک باقی میمانند. و حال برای دریافت شدت جریان اطراف را تقسیم آر میکنیم که در نتیجه آی یا شدت جریان میشه ایپسیلون بر آر بزرگ مثبت آر کوچک. این هست معادله سرکت. حال میایم از معادله سرکت و معادله مولد حقیقی با همدیگه مثال کار میکنیم. در اولین مثالی که از بحث معادله مولد حقیقی داریم، اگر تفاوت پتانسیل انجام های یک بیتری 11.5 ولت باشه، تفاوت پتانسیل انجام ها منظور ولتاژ خارجی است. 11.5 ولت، شدت جریان دوره 10 امپیر و مقاومت کوچک داخل منبع 0.05 اوم باشد، قوه محرکه منبع را دریافت کنید. ابتدا ما کمیت های شامل در این سوال را روی تخته با هم لیست میکنیم. ببینید دوستان، در اولین مثال برای ما گفتن ولتاژ خارجی یعنی آی ضرب آر کلان برابر است به 11.5 ولت. در صورتی که شدت جریان برابر باشه به 10 امپیر و مقاومت کوچک داخلی برابر باشه به 0.05 اوم، شما دریافت کنید قوه محرکه منبع برابر به چند میشه. ما برای محاسبه قوه محرکه فرمولی که داریم آی آر کلان مثبت آی آر کوچک یعنی مصرف داخلی جمع مصرف خارجی است. ولتاژ خارجی 11.5 ولت است. این دیگه نیاز به محاسبه نداره. شدت جریان 10 امپیر و مقاومت داخلی 0.05 اوم که اوم میشه نسبت ولت بر امپیر. اگر ما امپیر را با امپیر اختصار کنیم و ایپسیلون را دریافت کنیم، 11.5 ولت جمع 10 ضرب 0.05 میشه 0.5 ولت. حالا اگر ما 11.5 با 0.5 جمع کنیم، ایپسیلون برابر میشه به 12 ولت. منظور این سوال ای است که قوه محرکه مجموعی منبع 12 ولت است که از این 12 ولت 0.5 ولت در داخل مصرف میشه و 11.5 ولت در خارج از منبع. حال میریم سراغ مثال بعدی که از این قسمت داریم. مثال دوم، ببینید قوه محرکه یک منبع 30 ولت است و این منبع جریان 5 امپیر را در دوره به وجود می آورد. اگر مقاومت بستکاری شده در دوره 5 اوم باشه، مقاومت کوچک داخل منبع را حساب کنید. ببینید دوستان، ما باز هم کمیت های شامل در این سوال را روی تخته با هم لیست می کنیم. در مثال دوم برای ما گفته شده قوه محرکه یک منبع برابر است به 30 ولت، جریانی که در دوره به وجود می آید برابر است به 5 امپیر. اگر مقاومت بزرگ خارجی برابر به 5 اوم باشه، مقاومت کوچک داخلی را محاسبه کنید. ببینید دوستان،
ما فرمولی که داریم برای مولدهای حقیقی به این صورت است: آی ضرب آر بزرگ مثبت آی ضرب آر کوچک اپسیلون سی ولت مساوی می شود شدت جریان 5 امپیر مقاومت بزرگ 5 اوم مثبت، باز هم شدت جریان 5 امپیر و مقاومت کوچک نامعلوم است. 5 ضرب 5 25، 25 رو به طرف چپ مساوات انتقال میدیم و میشه منفی 25، پس 5 آر برابر میشه با 30 منفی 25. حال اطراف رو تقسیم 5 میکنیم، آر برابر میشه با از 30 25 کم شود 5، 5 بر 5 برابر میشه با 1 اوم، اینی میشه مقاومت داخلی. یعنی به اندازه 1 اوم مقاومت در داخل بیتری یا مولد وجود داشته. از این قسمت یک مثال را برای شما دوستان عزیز به صورت کار خانگی داریم. مثال سوم، ولتاژ انجام های یک بیتری را با قوه محرکه 24 ولت و مقاومت داخلی 0.02 اوم دریابید در صورتی که این منبع جریان 3 امپیر را در دوره ایجاد کند. خب دوستان عزیز، این مثال هم میمانه کار خانگی شما که شما میتونید از طریق معادله سرکت یا معادله مولد برقی سوال را کار کنید. خب دوستانی بود از موضوعات این جلسه درسی ما که ما در این جلسه قوه محرکه برقی، مولد و معادله سرکت را با هم مطالعه کردیم. خب دوستان، تا دیدار بعد که در بحث قوانین کرشوف و آخرین عنوان برق جاری در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، شما را به خدای پاک میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.